1882 پنج شنبه. وضع کارگاه هم خوب است. دیوارش با کاغذ قهوه‌ای روشن پوشیده شده، کف اتاق تمیز و همه چیز مرتب و شسته رفته است. اتوت‌هایم را روی دیوار نصب کردم. سپایه نقاشی و یک میز بزرگ کار که از چوب ساده تهیه شده در وسط اتاق گذاشتم. مجاور کارگاه پستویی است که در آن تخته‌های نقاشی و پوشه‌ها و شیشه‌های رنگ و غیره را جا دادم و رپرودکسیون‌هایم را در قفسه اش نهادم. کتاب‌ها را در گنجه گوشه اتاق چیدم. اتاق زندگی ما دارای یک میز و چند صندلی غذاخوری و اجاق نفتی است و یک صندلی بزرگ حصیری نیز گوشه اتاق و جلوی پنجره قرار دارد. گهواره کوچک آهنی با پرده کوچک سبز رنگش در گوشه دیگر اتاق به چشم می‌خورد. وقتی به این صحنه می نگرم و زنی را که به وی عشق می ورزم در کنار گهواره بچه می بینم، غرق احساس و هیجان می شوم. بالای گهواره گراوری بزرگ از آثار رامبراند را نصب کردم. این گراور دو زن را کنار گهواره ای نشان می دهد که یکی از آنان مقابل نور شمع مشغول خواندن کتاب مقدس است، در حالی که سایه های بزرگ اندامشان تمام اتاق را پر کرده و عمق ملایمی در تاریکی به وجود آورده است. روی دیوار چند اثر گرانبهای دیگر مانند مسیح تسلی دهنده اثر شفر، عکس تابلوی دهقان بزرفشان اثر بوافتون، شخمزن اثر میله، بوتزار اثر رویتزدال و گراور نفیس روی چوب اثر حکم روحل و همچنین مستمندان اثر دوگرو را نصب کردم. سلامت تو را خواهانم ونسان ونگوک. لاهه 1882. اینکه آتلیه و زندگی خانوادگیم با هم درامیخته مانع کارم نیست، به خصوص که برای کارهایم احتیاج به اتود از اندام انسان دارم. وضع آتلیه استاده را که در طرح‌های کوچکش دیدم خوب به یاد دارم. آتلیه او گوشه ای از محل سکونتش را تشکیل می داد و این نشان می دهد که استاده به آتلیه های مزین با اسلحه های قدیمی شرقی و گلدان های بزرگ گرانبها و قالی های ایرانی و غیره علاقمند نبوده است. چون زین دارای اندام متناسبی است، پس از بهبودی دوباره برایم مدل می شود. وی شرایط مدل شدن را آموخته. این را می توانی از طرح اندوه و سایر طرحهایم که پیش تو است دریابی. طرحهای دیگری نیز از اندام برهنه دارم که هنوز ندیده ای. پس از بهبودی زین آنها را تمام خواهم کرد و این کار برایم آموزنده خواهد بود. اگر گاهی در اثر کسالت نقاشی در هوای آزاد برایم میسر نباشد، در منزل سوژه های زیادی دارم که بیکار ننشینم. خداحافظ ونسان ونگو. لاهه 1882. تئوی عزیزم،
صبح امروز آقای تی پیش من آمد و زین و بچه هایش را دید. اینک شرح این دیدار را برایت می نویسم. من گمان می کردم آقای تی ملاحظه مادری را که بیش از 14 روز از زایمان و بیماریش نگذشته می کند و اقلن روی خوشی نشان می دهد. اما وی کوچکترین ملاحظه و گذشت نکرد. تئوی عزیزم، نمیدانی با چه لحن زننده‌ای میگفت این زن و بچه را از کجا پیدا کردی و این کار چه معنا دارد؟ چطور به سرت زده با زنی که دارای 2 بچه است زندگی کنی؟ این عمل هم مانند کارهای دیگرت که با رنگ و بساط نقاشی در شهر میچرخی ناپسند است. در پاسخ گفتم این بحث ابداً در میان نیست، اما او باز هم ادامه داد آیا عقلت سر جاست؟ این کارها فقط از شخص بیمار و مغزی ناسالم سر می زند. گفتم تازه از دست اشخاصی که صلاحیت آنان بیش از توست، یعنی پزشکان بیمارستان، رهایی یافتم و اینک گیر تو افتادم. ولی او از یک موضوع به موضوع دیگر می پرید و مرا به یاد پدر و حتی دایی که در پرینزن هاگه است انداخت. تئوی عزیزم، من به خاطر زین و همچنین به خاطر خودم بی اندازه خودداری کردم. به این جهت زیاد تحریک نشدم و به پرسش‌های بی شرمانه‌اش خیلی خشک و کوتاه و حتی بسیار ملایم جواب دادم تا کم کم آرام شد. این شخص ممکن است مناسبات خانوادگی ما را که تازه به جریان عادی افتاده به هم ریزد. آیا نمیتوان او را از این عمل منع کرد؟ برادر عزیزم، نمیتوانم بیان کنم که این موضوع تا چه حد به آینده‌ام بستگی دارد. این نوع تحقیر و توهین و مداخله در کار شخصی را فقط یک بار میتوان تحمل کرد، ولی تکرارش دیگر قابل تحمل نیست. اکنون من و زین جسمن و روحن تا حدی بهبود یافتیم، ولی اگر باز این اشخاص یاوه سرایی کنند ممکن است به طور خطرناکی به سرشان بکوبم و پاسخ دندان شکنی به آنها بدهم. دستانت را می فشارم. ونسان ونگوک. لاهه 1882. امروز به خود تلقین کردم که کاملا سلامتم. گویی آثار بیماری من نیز به کلی از میان رفته است. چه وقت گرانبهایی را به رایگان از دست دادم. اکنون موقع کار است و هرگاه سلامت باشم یا نباشم بار دیگر به نقاشی می پردازم و از بامداد تا شام به طور مرتب کار می کنم و نمی خواهم کسی بگوید باز هم که همان طرح‌های سابق را می سازی. امروز از گهواره بچه طرحی زدم و چند تاش رنگی هم به آن افسودم. به علاوه مشغول ساختن طرح دیگری از دشت سرسبز هستم که نظیرش را آخرین بار برایت فرستادم. دستهایم گویی سفید و بیرنگ شده، ولی چه میتوان کرد؟ بار دیگر به سوی هوای آزاد روی میآورم. اگرچه بیرون رفتن ممکن است برایم خوب نباشد، ولی قصه‌اش کمتر از بیکاری است. هنر همیشه حسودی می کند و مایل نیست بیماری بر آن چیره شود. این است که مطیع اراده ی هنر می شود.
امیدوارم به زودی چند اتود جالب از من دریافت کنی. اشخاصی مانند من نباید بیمار شوند. برای آنکه شخص به مبدأ و حقیقت برسد، باید پیوسته در تلاش و کوشش باشد. البته منظورم را درباره مفهوم هنر خوب درک می‌کنی. برای نیل به هدفم باید راه دشواری را طی کنم و فکر نمی‌کنم هدفم آنقدرها بلند و غیر قابل وصول باشد. می‌خواهم طرح‌هایم گیرا باشد و مردم را جلب کند. طرح اندوه آغاز و نمونه کوچکی از خواسته هایم است. اتودهای کوچک از مناظر میرتسورت و دشت سرسبز رویسویکرس و همچنین خشک کردن ماهی شاید در ردیف همان آغاز ناچیز باشد. در این کارها اثری از احساس شخصی من دیده می شود. چه در طرح بدن انسان و چه در منظره، مایلم روح و احساس فوق‌العاده، عاطفه و غم و شداید زندگی را بیان دارم. در نتیجه کارم را به مرحله‌ای رسانم که صرف نظر از خشونتم، شاید هم به علت همین خشونت بتوانند درباره کارهایم بگویند احساس این شخص ظریف و عمیق است. اجالتاً فقط در سخنانم صدایش شنیده می شود و ادعایی بیش نیست، ولی همین صدا انگیزه ی هیجانم شده و سبب می شود تمام نیرویم را در این راه بکار برم. اما در نظر اکثر مردم چه شخصیتی دارم؟ گاهی خل و دیوانه و زمانی حقیر و ناکس. خلاصه شخصی که در میان مردم مقام و منزلتی ندارد و نخواهد داشت. لابد از شخص ناچیز هم کار ناچیز به وجود می آید. بسیار خوب، فرض کنیم در این قضاوت حقیقتی باشد. با این همه می خواهم آنچرا که در قلب این ناکس و مجنون نهان است زنده کنم و مجسم سازم. حس خودخواهی من نیز در همین است. این خودخواهی بر اساس عشق و حس و نشاط و شادی تکیه دارد، نه بر پایه قهر و غضب. گرچه اغلب حالت عصیان و اعتراض به خود میگیرم، ولی قلبم چون آهنگ دلنواز موسیقی ساکت و آرام است. در نزدیکترین خانه مجاور و در کثیف‌ترین کوی و برزن شهر صحنه‌هایی می‌بینم که روحم را تسخیر می‌کند و دیدگانم رنگ‌های آنها را بیشتر می‌بینند و احساس می‌کنند. هنر به زحمت و سرسختی نیازمند است، زحمتی که از یاوه‌گویی مردم نترسد، در برابر هیچ مانعی نهراسد و از پای ننشیند، زحمتی که با بینش و دقت فراوان توأم باشد. برادر عزیزم، امیدوارم پس از چند سال، شاید هم به زودی کارهایی بسازم که خوشنودت کند و فداکاری‌هایت را جبران کند. این اواخر مخصوصاً با نقاشان کمتر سر و کار داشتم و از این حیث ناراحت نبودم. به صدای طبیعت بیشتر باید گوش فراداد، زیرا صدای طبیعت گویاتر و آموزنده تر از گفته‌های نقاش است. حالا این نکته را بهتر از 6 ماه پیش می فهمم که ماوه می گفت از دوپره به من چیزی نگو، بهتر است از نهرهای خیابان و یا نظایر آن برایم صحبت کنی. این جمله درست و محکم گفته شد. احساس حقایق موجودات به مراتب مهمتر از احساس تابلوهای نقاشی است و به هر حال ثمر بخش تر و ارزنده تر است.
چنان که من دارای چنین احساس عمیق هنری بوده و همان احساس را نسبت به زندگی که وسیله بیان و تجسم هنر است دارا هستم. به همان نسبت و با همان تیزبینی قلابی بودن آثار نقاشانی را که فقط در فکر کسب شهرتند احساس می کنم. من به سهم خود در بسیاری از تابلوهای معاصر دلربایی و جذابیت به خصوصی می بینم که در آثار استادان قدیم نمی یابم. عالی‌ترین و نجیب‌ترین بیان هنری اغلب در آثار استادان انگلیسی امثال میله، هرکومر، فرانک هول دیده می‌شود. دلم می‌خواهد درباره فرق بین هنر قدیم و جدید چنین توصیف کنم که نقاشان معاصر دارای اندیشه و تفکر بیشتری هستند. رامبراند و رویسیدال چه برای عصر ما و چه برای زمان خود عظمت و شکوه خاصی دارند، ولی در کارهای استادان معاصر صمیمیتی وجود دارد که به احساس و درک ما نزدیک تر است. سالهای پیش که نقاشان معاصر به تقلید از استادان قدیم می پرداختند، چه اشتباه بزرگی می کردند. از این جهت پیر هنر استاد میله به حق می گفت اینکه مردم سعی دارند شخصیت خود را غیر از آنچه در حقیقت است وانمود کنند به نظرم کاملا پوچ و بی‌معنی است. در صورت امکان خواهش میکنم برای ارسال کاغذ ضخیم انگر فکری کن. هنگام کار روی این کاغذ میتوانم آبرنگ را بشویم. کاغذ نازک به اندازه کافی دارم. اما کاغذ لوله‌ای هنگام رنگامیزی بدون اراده‌ام کدر میشود. شکل گهواره را صد بار دیگر با سرسختی تمام خواهم ساخت. سلامت تو را خواهانم ونسان ونگوک. لاهه 1882. هر وقت پیشم بیایی چند اتود آبرنگ برای بردنت آماده می شود. راستی کار کردن در آتلیه بی اندازه نشاط آور است. اگر یادت باشد زمستان گذشته می گفتم پس از یک سال از کارهای آبرنگم دریافت خواهی داشت. با ملاحظه آنها پی میبری که از لحاظ آبرنگ و طراحی و پرسپکتیو و تناسبات تا چه اندازه پیشرفت کردم. این اتودها را به عنوان آزمایش ساختم. اولا میخواستم نشان دهم پس از یک سال طراحی مداوم کار آبرنگ برایم تا چه اندازه آسان شده است. ثانیاً با تکیه به طراحی که اساس و مبنای نقاشی است در آینده چقدر میتوانم پیشرفت کنم. منظره لاندشاپ با پرسپکتیو قامز و طراحی بسیار دشوارش کاراکتر و مفهوم هلند را دارد. این اتودها نظیر کارهایی است که دفعه پیش فرستادم و طرح آنها تا این اندازه با اطمینان و قوی نبوده است.
اتودهای تازه ام نسبتاً خوب رنگامیزی شدند. لطافت سبزه صحرا جوابگوی شیروانی های سفالی است و نور هوا در برابر رنگ خاموش قسمت های اول منظره، یعنی کارخانه کشتی سازی و زمین و تخته های مرطوب، صدای شدید تری دارد. تی درباره شخصیت و رفتارم همیشه این عقیده را دارد. این جمله را از زبان خودش شنیدم. کارهای رنگی تو نیز مانند سایر کارهایت هستند. از این کارها چه نتیجه میگیری؟ تا زمانی که وی مانع کارم است، وجودش را به کلی فراموش میکنم. وقتی با جلو پلاسم در گوشه صحرا یا تپه های شنی مینشینم یا در آتلیه از مدل نقاشی میکنم، برایم مسرت بخش است، زیرا هنر حقیقتاً با جسم و خونم درامیخته و در این هنگام کوچکترین توجهی به تی ندارم. چیزی که بیشتر از همه برایم جالب است، کتاب هایی است که تو این روزها خواندی. در بطن پاریس من هم این کتاب و همچنین کتاب نانا را خواندم. می توان گفت که زولا در حقیقت بالزاک دوم است. بالزاک اول از جامعه 1815 تا 1848 وصف می کند، اما زولا از زمان بعد از آن آغاز کرده و به سدان، یعنی دوره کنونی می رسد. من این اثر را بسیار عالی می دانم. می خواهم یک چیز دیگر بپرسم. درباره مادام فرانسوا چه می دانی؟ مادام فرانسوا، فلورنت بیچاره را که به حال اغما در وسط جاده افتاده بود، از زمین بلند کرده و با اینکه باغبان فریاد میزند ولش کن، مست است، مگر بیکاری که مستی را از وسط راه بلند میکنی، هیچ اعتنا ندارد. شخصیت مادام فرانسوا در تمام جریان داستان، بیرون از صحنه و معرکه و در برابر خودخواهی سبعانه زنان دیگر، مانند زنی آرام و باوقار و محبوب عرض وجود می کند. می دانی تئو، من به سهم خود می فهمم که مادام فرانسوا حقیقتاً انسانیت را به درجه کمال رسانده و من درباره زین هم مانند یک انسان واقعی نظیر مادام فرانسوا رفتار کرده و خواهم کرد. انسانیت نمک زندگی است و بیان کوچکترین ارزشی به زندگی نمی دهم. بس است. همچنان که مادام فرانسوا به قیل و قال باغبان ولش کن ما وقت این کار را نداریم اعتنا نمی کرد، من هم به این همه بحث و سر و صدا که تی راه انداخته بی اعتنا هستم. به علاوه به زودی هنگامی فرا خواهد رسید که زین از راه مدل شدن نان روزانش را به دست دارد. همین زین بود که برای طرح اندوه مدلم شده و این طرح طوری عذاب در آمد که آن را بهترین اثر از کارهای گذشته ام می دانم. قول می دهم پس از یک سال ما با همکاری یکدیگر طرح‌های زیادی به طور مرتب تهیه و آماده کنیم. این را هم بدان، درست است که نقاشی منظره را دوست دارم، اما به نقاشی اندام انسان علاقه بیشتری دارم. اگرچه نقاشی اندام انسان از مشکل ترین کارهاست و باید در این راه مطالعه بیشتری کنم و کار و وقت بسیار صرف کنم. خوشبختانه دیگر بیمار نشدم.
از ساعت 4 بامداد نزدیک پنجره می نشینم و به کمک جدول پرسپکتیو مشغول آموختن قواعد منظره بیرون، چمن، حیات و کارگاه نجاری آن می شدم. این هنگام اجاق را برای دم کردن قهوه روشن می کنند و کم کم سر و کله مردم برای کار در کشتزار پیدا می شود. کبوتران سفید دست دست روی پشت بام سفالی و قرمز رنگ خانه ظاهر شده و در خلال دودکش‌های سیاه و دودهای آن در حال پرواز هستند. پشت سر آنها سبززارهای ظریف تا بیکران از دور دیده می شود. هوای خاکستری رنگ مانند کارهای گرویوان گوین ملایم و دلانگیز است. سحرگاه اولین نشانه بیداری و زندگی است. بامها و ناودانهای پوشیده از سبزهای خودرو، پرواز پرندگان، دودکشهایی که دودشان سر به آسمان کشیده، هیکل کوچکی که پایین در رفت و آمد است، تمام اینها سوژه آبرنگم است که امیدوارم مورد پسندت قرار گیرد. آیا بعدها وضعم بهتر خواهد شد؟ معلوم نیست و بیشتر به میزان کارم بستگی دارد. فعلا که ایستادگی می کنم و با هرچه نیرو دارم با کمال آرامش پیکارم را ادامه خواهم داد. اکنون با مسرت بسیار از پنجره اتاق به موجودات و طبیعت بیرون می نگرم و با عشق و علاقه از آنها نقاشی می کنم و مسائل جالب پرسپکتیو بیش از دسیسه های مردم نظرم را جلب می کند. من ادعا ندارم که بتوانم ایده هایم را به مرحله ای رسانم که رفتارم نسبت به عموم کاملا انسانی باشد و خجالت نمی کشم آشکارا بگویم بعضی ها انسانیت را به معنی حقیقی آن درک نکردند، اما حس کردم که به دوست داشتن موجودات نیازمندم و این حس همیشه در من باقی خواهد بود. زمانی یک ماه و نیم تا دو ماه دنبال کارگران بدبخت و سرگشته کانهای زغال می رفتم و در تمام مدت زمستان غذایم را بین پیرمردان تقسیم می کردم و دیگر چه بگویم؟ اما اکنون به زین کمک می کنم و هنوز هم معتقد نیستم که عملم دیوانگی و ناپسند باشد. برعکس، این امر را طبیعی و خردمندانه می دانم و نمی توانم هم درک کنم چگونه مردم نمی توانند نسبت به هم بی علاقه و خونسرد باشند. سلامت تو را خواهانم، ونسان ونگوگ.